روزنامه همشهری گزارش داده با تیتر بیماریابی در کما. اشاره این روزنامه به طرحهایی است که مأمور وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا از یک سال و نیم پیش اعلام کرده بودند که اجرا میکنند، ولی به نوشته این روزنامه این طرحها متوقف شده. طرح بیماریابی اقداماتی است که همسو با واکسیناسیون باید انجام بشه. حتی قبل از واکسیناسیون یکی از راهکارهای مقابله با ویروس های مختلف از جمله ویروس کرونا بیماریابی است. به معنی این هست که اگر کسی تست کرونا میده و مثبت میشه، تمام افرادی که با او در ارتباط بودن اینها باید تحت نظر گرفته بشن و ازشون تست گرفته بشه و خود سیستم بهداشت یک کشور باید بره دنبال این بیماران، اونها رو شناسایی بکنه، اطرافیانشون رو شناسایی بکنه و به این وسیله اقدامات درمانی رو زودتر شروع میکنه. در نتیجه تعداد کمتری از افرادی که حتی به ویروس آلوده شدن کارشون به بیمارستان میکشه. اما این کارها در ایران متوقف شده، در حالی که به نوشته روزنامه همشهری کارشناسان بهداشت و درمان تاکید دارن که این به موازات واکسیناسیون به عنوان یک لبه دیگر قیچی که قرار است زنجیره کرونا رو قطع بکنه که در ایران متوقف شده. نکته دیگری که روزنامه همشهری در این زمینه نوشته این هست که میزان تست های کرونا که در ایران انجام میشه روزانه همچنان 100 هزار تست است. روزنامه سپید هم یک گزارش داره درباره قارچ سیاه و از قول یک مقام کمیته علمی کشوری مقابله با ویروس کرونا نوشته که در بیمارستان خمینی تهران 120 نفر در حال حاضر مبتلا به قارچ سیاه در این بیمارستان بستری هستند. این تعداد یک ماه پیش 20 نفر بود و نشون میده که تا چه اندازه قارچ سیاه در ایران فراگیر شده. این بیماری ناشی از کرونا هست، پیامد کرونا هست، به این دلیل که پروتکل درمانی که در ایران استفاده میشه، داروهایی که برای بیمارانی که تجویز میشن درگیر میشه ریه‌هاشون مورد استفاده قرار میگیره، سیستم ایمنی بدن رو پایین میاره و افراد به قارچ سیاه مبتلا میشن. به ویژه کسانی که بیماری دیابت داشته باشن در معرض قارچ سیاه هستن و به گفته این مقام کمیته علمی کشوری کنترل و مقابله با ویروس کرونا، از میان کسانی که در ایران قارچ سیاه رو بهش مبتلا میشن بین 50 تا 70 درصد جان خودشون رو از دست میدن. روزنامه سپید یه گزارش داره درباره بازار واکسن ایران که در تاثیر چینی ها قرار گرفته. سینوفارم واکسن اولی است که در ایران استفاده میشه، اگرچه بسیار دیر در اختیار ایران قرار داده، یا مقام های حکومت ایران از چین واکسن رو بسیار دیر گرفتن. نکته ای که این روزنامه در گزارش خودش آورده اینه که بیش از یک سال پیش اعلام شد که 1 میلیارد یورو اختصاص پیدا کرده به کرونا، ولی این روزنامه نمیشه تا همین حالا فقط 480 میلیون دلار هزینه کردن مقام های جمهوری اسلامی برای خرید واکسن و واکسیناسیون عمومی. یعنی حتی اون بودجه ای رو که برای این بیماری اختصاص دادن حاضر نشدن اون رو هم برای واکسیناسیون هزینه بکنن و مردم رو با مشکلات متعدد و بیماری و مرگ و مصیبت‌های مختلف تنها گذاشتن.